امروز تو رسانه ها دیدم که رسانه های بیگانه گفته بودن که ایران حمله کرد به اسرائیل. ایران حمله نکرده، فقط یه جواب کوبنده داده به بی‌ادبی که اسرائیل در علیه کنسولگری ایران انجام داده بود و باید این کار اتفاق میافتاد. اگه حمله نمیشد مطمئنا اونا احساس میکردن که ما ترسیدیم، ما جا زدیم. همینطور که میدانید سفارتخانه هر کشور مثل خاک اون کشوره. اگر اون این مرحله اولش بود، خدا نکرده میکنه به مرحله بعدی هم میرسیم. به گفته رهبر انقلاب اسلامی اگر ما جواب محکمی به اسرائیل نمیدادیم باید در مرزها با اسرائیل میجنگیدیم. خیلی خوشحالم از این که کشور پرقدرتی داریم و امیدوارم که همینطوری پیش بریم. ما با این انتقام موافق 100% هستیم و اگر این انتقام رخ نمیداد رژیم منحوس صهیونیستی از این که هست گستاختر و پررتر میشد. باید یک انتقام در خور و در شأن گرفته میشد. همونطور که ولی امر مسلمین جهان حضرت آقا گفته بودن که ما به اینها یه پاسخ سخت میدیم و پاسخشو انشالله که شب گذشته محکم گرفتن و دیگه از این غلطان نمی کنن. به نظر من یه پیروزی بزرگی بود، همه که خیلی خوشحال کرد، مخصوصا مسلمانای غزه رو. انشالله که یه شروع جدیده برای ریشه‌کن کردن اسرائیل و آمریکا ان شاء الله. بهترین تنبیهی که در طول قرن به رژیم صهیونیستی شکل گرفت، دیشب حمله گسترده‌ای انجام گرفت به صورت پهپادی و موشکی که شاید رژیم منحوس صهیونیستی در طول تاریخ برای همیشه منکوب و سرکوب شد. شما راجع به این اقدامی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در برحال پاسخ به حملات رژیم صهیونیستی به کنسولگری جمهوری اسلامی داشته چه پاسخ داریم بدید؟ یک بار دیگه ایران ثابت کرد که سپاه میتونه از امنیت و اقتدار ایران دفاع کنه و مشت محکم به بعد نتانیاهو زد. اینم گوشمالی برای صهیونیستایی که ادعای پوچاری دارن برای ایران عزیز ما. واقعا باید دست مریضا بگیم. با این حرکتشون هیچ کشوری چنین قدرتی نداشت که در برابر اسرائیل بیسته و چنین حرکتی رو انجام بده. خانم نظرتون راجع به اقدام سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در قبال جنایت‌های رژیم صهیونیستی چی بوده؟ میگم خیلی خوشحال شدم، هم من هم دوستام هم همه مردم ایران. بیشتر بالاخره ما یه جواب دندون شکن هم برای به آمریکا هم اسرائیل دادیم و خیلی خوشحال شدم. انشالله که بتونیم موفق بشن هم مردم ایران هم مردم غزه که از زیر ستم اسرائیل نجات پیدا کنن.